محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر تعهد نموده تا بر معاهده صلح با اسرائیل احترام بگذارد، اما این مسئله باعث نشده است که نگرانی رهبران اسلامگرا را به خاطر تغییر مشی ایالات متحده در منطقه خاموش بسازد. الیزابت ارود از صدای آمریکا گزارشی در این مورد آماده کرده که همکارمان را تقدیم می‌کند. بیشتر از 30 سال ایالات متحده بر موضع مصر به حیث متحده اسرائیل حساب میکرد. بعد از 30 سال مسیحا شاکیان و به درجه تغییر کردند که میگویند معاهده صلح به بهای آنها تامین شده است. اکنون با رهبری اسلامی آینده همکاری استراتژیک با اسرائیل مورد سوال قرار گرفته است. یکی از مقامات کمپین مرسی جهات الحداد تاکید میکند که رئیس جمهور منتخب وعده حفظ معاهده را نموده است. در مورد معاهدات صلح با اسرائیل که در گذشته انجام شده و تمام معاهداتی که در رژیم های گذشته از انور سادات گرفته تا مبارک به امضا رسیده، ما به همه احترام میگذاریم. اما این همیشه موقعیت اخوان المسلمین نبوده که محمد مرسی از آن الهام گرفته است. در مصاحبه کوتاه بعد از انقلاب حسام اللاریان نظر متفاوت ابراز کرد. بله، ما نظر خود را داریم و ما مخالف معاهده از زمان امضای آن بدین سو هستیم. تعداد از مقاماتی که در اطراف مرسی هستند میگویند آینده معاهده می تواند کشور را به رفراندوم یا همه پرسی مواجه کند. نظریات عام در این مورد مختلط است. عده‌ای از مصری ها از منفعت خوب اقتصادی این معاهده راضی اند که در آن میلیاردها دلار آمریکایی به طور مستقیم به اردو می رسد. یک جمعیت بزرگ دیگر فریاد می زنند که با آنکه معاهده سیاسی است، اما مانع مردم فلسطینی شده است که در غزه نقش مرکزی را به عهده بگیرند. وقتی ما درباره مردم غزه صحبت می کنیم، ما باید شعار مهمی داشته باشیم که آنها انسان هستند و باید زندگی کنند. اما در قسمت غزه یک نقطه ابهام وجود دارد. مصر می تواند مردم غزه را از حالت انزوا بیرون آورد و سرحد مشترک را به طور کلی باز کند. اما حراس آن می رود که مردم غریب فلسطینی از سرحد سرازیر شوند و این معضله است که اقتصاد مصر نمی تواند با اردوی ضعیف آن را اداره کند. ارگان معاهده مصر با اسرائیل بشکند، موقعیت توجیه شده مصر با نزدیکترین سرحد با غزه از بین می رود. علاوه شکست معاهده بیشتر تحریک کننده خواهد بود. جامعه شناس سیاسی سید صادق می گوید در عوض چیزی که با وجود خواهد آمد، وضعیت جنگ که توسط رهبران کلیدی رد خواهد شد. فکر نمی کنم که اداره و اردوی مصر بخواهد با کسی جنگ کند. این ضعف نیست، بلکه برای آنها مطرح نیست. صادق معتقد است که مردم این مسئله را بسیار حمایت نخواهند کرد. اکثریت مردم میخواهند با اسرائیل صلح برقرار باشد و میخواهند مبارزهشان را بر علیه غربت، جهالت، افراطگرایی مذهبی و فساد متمرکز بسازند. اینها مسائل اساسی است، نه همسایگان. سید صادق اضافه میکند که بعد از قرار گرفتن در جناح شکست خوردگان جنگ اسرائیل، شماری از مصری ها علاقمند هستند که بار دیگر با همسایگان وارد جنگ شوند. جیلان ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.